این بیس بود که برای جاوا هستش. پس جاوا یه نرم افزاری هستش که کامپایل میشه اصطلاحاً، یعنی شما یه دستور رو می‌نویسی میاد میره کامپایل میکنه، از بالا تا پایین دستورات رو دونه به دونه خط به خط میخونه، اگر اروری نداشته باشه برمیگردونه، در واقع الان میره کامپایلر رو تبدیل میکنه، میره تو جی وی ام، جاوا ویچوال ماشین همه اینا رو میبینه و یه چیزی خروجی به نام ماکلاس همه اینا رو نشونت میدم و همه رو به صورت عملی نشون یه ماکلاس تولید میکنه که تبدیلش اینکریپت شده، اصطلاحا تبدیل شده به سری کدایی که تو نمیفهمی چیه، و بعد من میرم از این دستور استفاده میکنم، میذارم اون اینکریپتر رو میاد میخونه و برات تبدیل میکنه دونه به دونه استپ به استپ میبرم جلو ببینی اتفاقا داره میفته که کامل متوجه بشی تو جاوا چیه، بعدا بخوام بریم توی اینتلیجنسی که شروع کنیم استفاده کردن متوجه میشی چی هستش. خب سوالی که نیست توی مورد، خب ما اول باید این نرم افزار رو دانلود بکنیم. برای اینکه نرم افزار رو دانلود بکنیم، نرم افزار بسیار بسیار محبوب اینتلیجنسی که معروف هستش برای جاوا رو باید بریم دانلودش بکنیم. میرید توی سایت پی سی دانلود و نرم افزار پی سی دانلود دات آی آر عوض شده دات کام شده دیگه احتمالا نداره. میرید توی این قسمت جستجو اینتلی جی رو سرچ بکنیم. من اینتلی جی رو اشتباه نمیشتم، اینتلی جی. خب من اینتلی جی میگم، اکسنت من کاملا اشتباه است، اینتلی جی. خب آره اینتلی جی، من اینتلی جی میگم. من یه سری چیزایی که میگم ببین واقعیت من زبان حال زبانم بد نیست ولی اکسنت فارسی خودشه. خب اینتلی جی. خب 2020 رو باید بریم دانلود کنیم. خیلی راحت میاد میزنید روش و سرعت اینترنت اینجا خوبه. اینجا کلی در موردش صحبت کرده. این نرم افزار بسیار قدرتمند، شما میتونید تو این اندروید هم بنویسید، میتونید کلود بنویسید، میتونید وب بنویسید، میتونید جاوا اف ایکس بنویسید، هر چی که فکر میکنید تو این نرم افزار میشه پیاده کرد. توصیه نمیکنم تو اندروید بنویسید، خود نرم افزار اندروید اندروید استودیو هست، میتونید برید باش بنویسید، اونم برای شرکت جت برینز میتونید ازش استفاده بکنید. راهنمای نصبش رو گفته، فعلا کاری ندارم، میذارم دانلود بشه، بره برای دانلود. من زدم که دانلود بشه، چند دقیقه طول میکشه، من فیلم رو نگه دارم. خب من دانلودش کردم. خب و میام اینجا توی این قسمت و پرچ 600 خورده میگه، نمیدونم 700 میگه بوده اگه اشتباه نکنم. میام اینجا و یه پسورد داره، حالا پسوردش مشخصه، کپی میکنی پسوردش رو اوکی رو میزنید که برای تاکس ترکتش. یه بار اینجا بیشتر کار نداریم تا بازش بکنید که نصبش بکنید و بتونیم ازش استفاده کنیم. کرکش هم خیلی مهمه، اما خب کرکش هم بکنم برای تو این رو دیگه. من باید تست بکنم اینو دانلود شد بشه یا نه. بله میارم دیگه پاکش بکنم. من زیپش رو باشه برای شما که بتونم بدم اون ستاپ اگز دیگه. حالا زیاد چیز سختی نیست، کلیک بکنید که حالا بعدا بحث پچش هم بهتون میگم الان چه جوری باید ایشون در واقع نصب بشه. یس رو میزنم و نکس نمیخواد هیچ کدوم رو بزنید و میزنید بره برای نصب شد تا نصبش بکنه. من فیلم رو نگه الان در واقع فیلم داره میگیره داره نصب شدنش رو میذاری نصب میشه. نصب که شد باید بیایم حالا یکی دوتا کار رو انجام بدیم. میگی میخوای ران بکنم؟ نه خیر ران نمیخوایم بکنیم. میایید توی پی سی تون و توی ویندوزتون توی قسمت پروگرام فایل نه مهم نیستش. میایید اینجا توی نها کنید توی سی توی قسمت پروگرام فایل و توی قسمت جاوا ببخشید قسمت جت برینز. این برای شرکت جت برینز بله. من پی اچ پی استورمش رو دارم، وب استورمش رو دارم، اینتلیجنسش رو هم دارم. الان اینتلیجنس رو من نصب کردم درسته. خب ایشون این پچه که داری می‌بینی برای تمام این ست نرم افزار باید کار کنه. من پچه جدیدش رو در واقع الان می‌خوام استفاده کنم. پچه جدید کجاست؟ میاد وقتی توی اینتلیجنس رو باز می‌کنید یه پچ داره، پسوند جر داره، جر یعنی جاوا. خب
کپی و کجا؟ میاد میری توی PC توی سی پروگرام فایل جتونز اینجا کپیش میکنم، ریپلیس کنم. بله ریپلیس کنم، کانتینیو. تمام شد و رفت. مرحله اول از کجا من میدونم؟ حفظم چیزی که اینجا گفته. ابتدا افزار نصب کنید. فایل پچه رو در پوشه دلخواه به صورت مثال محل نصب برنامه کپی کنید. پروگرام فایل جت پرس. همین مسیری که ایشون گفته. برنامه رو باز کرده پس از تنظیمات اولی آن رو به صورت اولیت فور فری اجرا کنید. اوکی. یک پروژه جدید رو باز کنید تا برنامه به صورت کامل باز بارگذاری شود. اکنون از منوی هلپ گزینه ادیت کاستوم وی ام آپشن رو انتخاب کنید. خب در یک خط جدا در آخرین خط خط زیر رو قرار دهید. در واقع بعد از جاوا ایجنت باید آدرس دقیق پچر موجود رو قرار دهید. کلید اینتر رو بزنید و یه بار دیگه اجرا کنید. از منوی هم گزینه رجیستر رو انتخاب کنید. در قسمت فعالسازی گزینه لایسنس رو انتخاب کنید. برای سرویس آدرس باید این مقدار وارد شود و روی دیسکاور سرور و سپس اکتیو کلیک کنید. دقیقا چیزی که ایشون گفت رو ما دونه به دونه میریم جلو. عوض شده، من قبلا یه کار دیگه میکردم، حالا این مدل جدید شد. میریم توی اینتلی جی که نصب کردم. اینتلی جی آیش بزرگه این آشش میبینید؟ خب یه هم اجراش میکنم. دقیقا چیزایی که این گفته چقدر عوض شد. Do not import setting. اوکی. Evaluate for free رو که این گفته ما پیاده میکنیم. میگه دراکولا باشه، لایت باشه. من همون دراکولا رو میذارم. میخوام صفم خاکستر رنگ بشه. Next میکنه. میگه کدوم یکی از اینا رو میخوای؟ همه رو میخوای نصب بکنی؟ نمیخوام. Next میکنم. میگه میخوای اینا رو نصب بکنم برام؟ میگم نمیخوام. اومد برا بالا. Evaluate for free. Active نه. Evaluate for فیری رو میزنید و اولویت رو روش کلیک بکنید. حالا برای تو 30 روز اجازه میده از این نرم افزار استفاده کنید. 30 روز. حالا ما خواهیم کرکش بکنیم. اینکه زیاد چیز نیست. میگه برنامه رو باز کنید. پس از انزوا اولویت رو فیری رو اجرا کنید. بعد یک پروژه جدید رو باز کنید تا به صورت کامل بارگذاری شود. خب. من قبلا جاوا نوشتم. ایمپورت میکنم توی دسکتاپم، توی MSI هم مثلا توی دسکتاپم. حالا اینا رو بهتون میام بالا سر ببینید. من اینجا یه پروژه دارم به نام جاوا، مثلا اگزمپل 1. اوکی رو میذارم، برام میاد باز میکنم. اوکی خب ایشونه. یه برنامه شما اینجا الان دارید میبینید. برمیگرده میگه ببین JDK اینا نداریم، ما همه اینا رو الان توضیح میدم چون من اصلا کاری ندارم فعلا. باز کردم اومدش. حالا برمیگرده میگه میری توی منوی هلپ. منوی هلپ میبینی شما اینجا؟ بله. میری تو قسمت چی؟ Edit Custom VM Option. درسته؟ بله. میگه که می‌نویسی در واقع بعد از جاوا ایجنت آدرسی که این پچه وجود داره رو می‌نویسی. من میام اینجا داش جاوا ایجنت رو کپی می‌کنم، این رو کپی می‌کنم اینجا. خب یه دو نقطه می‌ذارم و میام اینجا این مسیر رو کپی می‌کنم، یه بک/اسلش patch.jar میرو می‌نویسم. دقیقاً چیزی که اینجا وجود patch.jar رو اینجا نوشتم. علاوه سی پروگرام فایل جت برنز، سی پروگرام فایل جت برنز patch.jar این دوت شیم بزن و اینم آپدیت هم نمیخوا. خب این کاری که کردیم خودش داره میگه. میگه این کار رو انتخاب کنید، در یک خط جدا در آخرین خط این رو قرار بدید، بعد کلید اینتر، کلید اینتر از صفحه کلید رو فشار بدید. من اینتر رو هم زدم و
در صورت نیاز تغییرات رو سیو کنه و از برنامه اجرا بشه. خب من میام اینجا یه دفعه دیگه این رو میبینم، اینم اجرا کرده، میبینی اضافه شده. اوکی؟ بله. خب من میام این رو میبرمش. میذارم برای راحتی بسته میشه. و خب من در واقع اومدم و اینجا بستمش، حالا میام دوباره اجرا میگیرمش. این بالا هم اگه نقط بکنی نصب شده. میتونی در واقع اجرا بگیرینش. بعد از اینکه در واقع برنامه رو گفتی یه بار اجرا کردی، میگه از منوی هر برید توی گزینه رجیستر. میذارم بیاد بالا اول. و توی گزینه رجیستر. خب الان میاد اینجا میگه میری تو رجیستر، میگه در قسمت فعال سازی گزینه لایسنس سرور. میاد میری توی گزینه لایسنس سرور همونجا که هستش، درسته؟ بله. انتخاب میکنه و سرور رو این قرار میدی، سرورش رو این نراسه چون کرک میشه موبایل. حالا اگه گذاشت من اینو برشتارم، کنترل سی میزنید و برای خود همینه fls.http://fls.jetbrains-agent. حالا ریسک نمی کنیم، کنترل وی رو میزنیم، همینه. اکتیو رو میزنید، پلیز ویت میزنه بهت، اکتیف شد فکر کنم، نه مشکلی کجا نمشت؟ و فکر کنم اکتیف شدش. اگه رجیستر رو بیان مشکلی نداری. آره اکتیف شد. میتونیم دیگه ازش استفاده بکنیم و دیگه نیازی هم به اکتیو شدن نداره، دیگه اولویت فور فیلی رو نمیخوام بزنیم. خب این نحوه اکتیو شدنش.